حامون سومی دریاچه بزرگ ایران پس از خزر و ارومیه است که این روزها با سالهای خوش و شاداب گذشته فاصله زیادی دارد هامون که در بند خوشتالی اسیر شده و قهر طبیعت نفسهایش را به شما را انداخته باید چشم راه همسایه نامهربان باشد که حقابهش را تأمین کند افغانستان که باید از رودخانه هیرمند حقابه هامون را تأمین کند آن را نادیده میگیرد حتی توافقی را که چهل سال پیش بین دولت‌های پیشین دو کشور منعقد شد در سال 1352 مذاکرات در مورد تعیین سهم ایران از رودخانه هیرمند که حیات هامون با آن وابسته است بین امیرعباس و ویدا نخست وزیر وقت ایران و نخست وزیر افغانستان به نتیجه رسید قراردادی که بر اساس آن افغانستان متعهد شد در هر ثانیه 22 متر مکعب آب رودخانه هیرمند را به سوی ایران جاری کند اما این قرارداد با جنگ داخلی افغانستان و انقلاب ایران به فراموشی سپرده شد و هامون در همه این سالها زنده ماند و صبوری کرد تا زمان صلح ولی حتی دولت کنونی افغانستان هم تمایلی به اجرای این قرارداد ندارد و رقابت بر سر منابع آبی در منطقه حیات هامون را به مخاطره انداخته است. هامون اکنون یک سوم مساحت خود را از دست داده. نزدیک به 800 روستا در حاشیه آن از سکنه خالی شده. تور ماهیگیرانی که سالانه نزدیک به 1200 تن ماهی از هامون صید می کردن مدت هاست که خالی مانده و قایقهایشان در ساحل به گل نشسته. مسعود سفیری صدای آمریکا